بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر دوستان گرامی که قدم رنجه کردند و در این محضر حاضر شدند و گوش جانشون رو به اندیشه های مرحوم محمد اقبال لاهوری می سپارند. در نوبت گذشته در باب عشق و عقل و نسبت این دو نزد عارفان پیشین و آنگاه نزد اقبال سخن گفتم و اشاره کردم که مخالفتی که در ادبیات عرفانی ما با عقل شده است حقیقتاً با عقل نشده است، بلکه با یکی از محصولات عقل که فلسفه متافیزیکی یونانی باشد شده است. هیچ انسان عاقلی عقل رو طرد نمی کند. عقل مهمترین امتیاز ما و ویژگی ما نسبت به حیوانات است و حتی عارف وقتی که با ما سخن می گوید عقل ما رو مخاطب قرار می دهد. خواستار آن است که ما سخنش رو بفهمیم و دریابیم و تصدیق کنیم. در این صورت چگونه می شود که عقل رو به طور کامل تخطئه کند و او رو بیکاره و بیهوده بشمارد؟ چنین چیزی نامعقول است و هیچ عاقلی و عارفی و فیلسوفی چنین نکرده است. اما در طول تاریخ تفکر بوده اند کسانی که گفته اند و اندیشیده اند که تفکر فلسفی یونانی ممکن است که آدمی رو تا مقاصدی به پیش ببرد، اما نمیتواند او رو به اوج کمال برساند. حتی بودند فیلسوفانی و البته عارفانی که معتقدن عقل حجاب آدمی، یعنی فلسفه حجاب آدمی میشود و به جای اینکه دید او رو تیزتر کند کندتر و ضعیفتر میکند. و تعبیر بسیار صریح مولانا همین بود که عقل سرتیز آمد اما پای سست، زان که دل ویران شده است و تن درست. و اقبال هم که گفتم همین مفهوم ضدیت با فلسفه یونانی رو در حقیقت در قالب ضدیت با اندیشه فرنگی معرفی کرده است و اینکه دانای فرنگ کارش درست است و بر اوج افلاک رفته است و اعجاز مسیحا دارد، ولی از طرف دیگر بیمار او بیمارتر است. یعنی دل، یعنی حقیقت و باطن آدمی چنان که باید در تمدن جدید مغرب زمین حرمت نهاده نمی شود، قدرش دانسته نمی شود و بلکه به کناری رانده شده است و اونچنان که باید در میدان عمل حاضر نیست. این تشخیص اقبال لاهوری است و من گمان می کنم که اگر هم جلال الدین رومی بلخی در زمان ما بود کم و بیش همون سخنان رو می گفت که اقبال می گفت. اقبال چنان که بارها اشاره کردم نسبت به تصوف پیشین ما دیدگاه انتقادی بسیار تندی داشت و معتقد بود که این تصوف رفته رفته به سویی رفته و به جانبی کشیده شده است که اکنون زیانش از سودش برای ما بیشتر است. به چند دلیل و بنابر چند تشخیص که اقبال داده است که از اهم اونها عبارت بود از تأکیدی که بر جبر می کند و عدم توجهی که نسبت به اختیار آدمی دارد. آدمی در تصوف پیشین علل عموم انسانی است که گویی که در پنجه نیرومند خداوند قرار گرفته است و از خود اختیار جنبشی ندارد. اگر به ظواهر کلمات بزرگان پیشین نظر کنیم و دست کم اگر به اعماق اونها نظر نکنیم، کم و بیش همین برداشت رو ما خواهیم داشت. گر به جنبانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. البته مولانا اشاره می کند که این نه جبر، این معنی جباری است. فکر زد جباری برای زاری است.
میگوید که این سخن به معنای جبر نیست، بلکه به معنای جباریت خداوند است. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. همونطور که نقاش نقشی رو میکشد و هر گونه که میخواهد اون نقش رو میآفریند، گاه زشت، گاه زیبا، گاه رنگین، گاه سیاه و سفید، میگوید ما چون نقشی هستیم که خداوند به منزله نقاش اون رو مینگارد و نقش در مقابل نقاش هیچ نقشی ندارد، هیچ اراده و اختیاری و نیرویی از خود ندارد، 100% متکی به قلم نگارگر است تا او چگونه نقش رو بنگارد. حتی در مواردی وقتی که مولانا با شبهه جبریان روبرو می شود که به او می گویند که پس چرا گاه خداوند نقش های زشت آفریده است، در این جهان آدمیان زشت، کارهای زشت هم وجود دارد و اگر تو می گویی که همه اینها نقاشی و نگارگری خداوند است، چگونه می توان اون زشتی ها رو به خداوند نسبت داد؟ در اونجا هم از همین در وارد می شود و از همین طریق پاسخ می گوید که قوت نقاش باشد اون که او هم تواند زشت کردن هم نکو. این از مهارت نقاش است که هم بتواند نقش زیبا بکشد هم نقش زشت بکشد. اگر یه نقاشی فقط بلد باشه که نقش های زیبا بیافریند، قدرتش محدوده. اگر فقط نقش های زشت بیافریند، قدرتش محدوده. اما در مقام قدرت نمایی هم از این دست و هم از آن دست، هم از این گونه هم از آن گونه می آفریند تا قدر قدرتی خودش رو به نمایش بگذارد. این خلاصه سخن مولاناست که به بیان بلیغ و با تمثیل بیان کرده. دیگران هم کم و بیش در همین ردیف سخن گفتند. یکی از کسانی که در همین مایه سخن گفته کسی است به نام شیخ محمود شبستری که یک قرن پس از مولانا به دنیا آمد. او هم ایرانی است، شبستری است، تبریزی است، آذربایجانی است و از اعاظم عرفای ایرانی است و متعلق به مکتب ابن عربی است. شیخ محمود شبستری متعلق به قرن هشتم، ایشان کتاب مشهوری دارد، تقریبا یعنی تنها کتاب او نیست اما مشهورترین کتاب اوست، به نام گلشن راز. گلشن راز از وقتی که متولد شد تألیف شد که مشتمل بر تقریبا 1000 بیت است. نسبت به مثنوی مولوی بسی کوچکتر است. مثنوی مولانا بیش از 26,000 بیت داره. ولی این گلشن راز به دلیل فشرده بودن، به دلیل تعلیمی بودن، مورد توجه پسینیان و آیندگان قرار گرفت. شرح‌ها بر این کتاب نوشتند. کتاب یک کتاب تألیفی تعلیمی عرفانی است که خلاصه اندیشه های اسرار آلود و راز آمیز عارفان رو در خود دارد و در حقیقت اگر کسی بخواهد بدون هیچ گونه شاخ و برگ و به طور خلاصه و پیراسته اندیشه های عارفان رو دریابد، باید به کتاب شیخ محمود مراجعه کند. کتاب آسانی هم نیست و حتما همراه با استاد و با شروحی که بر او نوشته شده باید خوانده شود تا لب مراد و مقصد شیخ محمود شبستری به دست آید. شیخ محمود خودش هم در ابتدای کتاب میگوید که من شاعر نیستم، ولی مرا از شاعری خود آر ناید که در 100 قرن یک عطار ناید. در این حال از شاعری کردن هم آری ندارم. بالاخره در شاعران عطار هم بوده است، مولانا هم بوده است، اینا هم افکارشون رو به زبان شعر بیان کردن، اشکالی نداره. علت اینم که اون اشعار رو سروده این بوده که از مشهد کسی، چنان که در مقدمه کتاب آمده، یک رشته سوالات به شعر برای شیخ محمود میفرستد و شیخ محمود هم اونها رو به شعر پاسخ میگوید و این مجموعه منظوم کوتاه به یادگار از او باقی میماند. و چنان که گفتم کسی است پس از ابن عربی آمده، پس از صدرالدین قونوی آمده، پس از جلال الدین بلخی آمده و لب و اساره اندیشه های اونها رو در ابیات خودش نهاده است و از اینجا شروع می شود که تفکر چیست. توضیح می دهد که عارفان به تفکر
چه به تفکر میگویند، از تفکر چه میفهمند، و به طور کامل از همون اول رشته ارتباط و اتصال خودش رو با اندیشه فلسفی میگسلد و تفکر کردن رو جور دیگری معنا میکند. و اون که تفکر عبارت است از اینکه ز به جزء اندر بدیدن کل مطلق، اینکه آدمی در جزء کل رو ببینه، این رو او تفکر مینامد. و به دنبال او توضیحات میدهد. بعد سوالات بعدی در یک جاهایی هم که شور عرفانی شیخ محمود بالا میگیره، پاره ابیات بسیار نغز و لطیف هم معنن و هم لفظن در این کتاب به ودیعت میگذارد. اتفاقا یکی از سوالات مهمی که با شیخ محمود مطرح شده همین سوال جبر و اختیار است. یکی از سوالاتی که با شیخ محمود مطرح شده ارتباط خدا و این عالم است، ارتباط حادث و قدیم، ارتباط ممکن و واجب. و او مطابق مکتب عرفانی خود که مکتب عرفانی مسلمانان و ابن عربی بوده به اونها پاسخ گفته است. اقبال لاهوری که پس از همه اینان آمده است و چنان که گفتم نگاه انتقادی و تصحیحی نسبت به تصوف پیش از خود داره، کتابی دارد به نام گلشن راز جدید. و در همین کتاب او میخواهد نشان بدهد که او به اون سوالات چگونه پاسخ میدهد. همون سوالات رو مطرح میکند، نه تمام اونها رو، بعضی از اونها رو، و پاسخهای خودش رو عرضه میدارد. این یکی از اون موارد مقایسه بسیار گویاست که میتوانید از طریق آن دریابید که اقبال چقدر فاصله گرفته از اون عرفان مدرسی و کلاسیک اسلامی و چه فکر تازه‌ای خواسته است که عرضه کند. به تعبیر هاکسلی چه شراب نوی در اون خمهای کهنه ریخته است و کوشیده است که متاع تازه‌ای به ما عرضه کند. این کتاب کتاب آسانی هم نیست، کتاب گلشن راز جدید، و اقبال هم با فشردگی به سوالات شیخ محمود شبستری پاسخ گفت. من امشب در نظر گرفتم یکی از اون سوالات رو که سوال سوم هست اینجا با شما بخوانم و ابیات اقبال رو هم بخوانم و یکایک شرح کنم و توضیح بدهم که راهی که اقبال انتخاب کرده چیست و تفاوتش با راه پیشین کدام است. نه اینکه اقبال به طور کامل از اون ترادیشن، از اون سنت گسسته باشد، اما چون در جهان تازه میزیسته و چون به خصوص مدعی است که با علم جدید، یعنی با بیولوژی جدید و با فیزیک آینشتینی آشنا شده و علم جدید و این فیزیک جدید در باب زمان، در باب مکان، مطلق نبودن اینها، نسبی بودن اینها حرفهای تازه دارند، میخواهد که این حرفهای تازه رو به دل عرفان هم راه بدهد و از این طریق بلکه بینش تازه‌ای برای ما بیافریند که با اون بینش بطلمیوسی، اقلیدوسی و حتی خواجه نصیر طوسی به قول اقبال فرق داره. مقدمات این اندیشه ها رو و بلکه به یه معنا میتوان گفت مشروح‌تر از اینها رو اقبال در کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام فصل اول و دوم آورده است. قبلا هم اشاره کردم که اقبال تحت تأثیر چند تا فیلسوف همزمان خودشه، غیر از بزرگان پیشین مثل مولانا جلال الدین و همچنین پاره از اندیشگران اشعری، تحت تأثیر نیچه و هگل و برکسون از فیلسوفان اروپایی و همچنین تحت تأثیر اندیشه های فیزیک جدید، یعنی خصوصا فیزیک آینشتاینی بوده. در اونجا میکوشد که به ما بگوید که ما درکمون رو از زمان و از مکان و از جهان و از ماده، از همه اینا باید عوض کنیم، و وقتی که اینها رو در پرتو یافته های علوم جدید عوض کردیم، اونگاه نگاه ما به خدا هم عوض خواهد شد، به جان و روح عوض خواهد شد، به مسئله قیامت، به تمام اونچه که ادیان آورده اند نگاهمون عوض خواهد شد.
او معتقد است که ما یک نگاه واقع بینتر و حقیقی تری پیدا خواهیم کرد و نگاهی که در حقیقت نه اینکه علمی باشه ولی تکیه به علم زده و با علم منافات نداره و میتواند پاره از مجهولات پیشین رو روشن کنه. ملاحظه کنید خود شیخ محمود شبستری اسم کتابش رو گلشن راز نهاده است. اصلا این کلمه راز برای عارفان کلمه بسیار مهمی است. حقیقت این است که در یعنی اگر شما بخواید یک تعریفی از راز ارائه بدید، اون تعریف عبارت است، یک تعریفی از عرفان ارائه بدید، اون کافیش نرش کنید، تمام شد. بخواید یه تعریفی از عرفان ارائه بدید، اون تعریف عبارت است از علم رازشناسی. اصلا عارفان به دنبال رازها و اسرار این عالمند. مفهومی به نام راز خودش یکی از اون رازهایی است که باید فهمید و گشود. نه هر مجهولی راز است. ما الان مجهولات بسیاری در این عالم داریم که در آینده متفکران به کشف اونها نائل خواهند شد. قوانین بسیاری از طبیعت هنوز کشف نشده، بعدن کشف میشه. عرفا به اینها راز نمی گفتن. هر مجهولی راز نیست. بنده مجهولات زیادی دارم، مثلا فرض کنید شماره تلفن هیچ کدوم شما رو نمیدونم، ولی اینها رو با اینکه نمیدونم اسمش رو راز نمیگذارم، نمیگم یه اسراری است که من باید برم کشف کنم. فعلا مثلا امثال این مجهولات بسیاره بسیاره. راز یه معنای دیگری داره که واقعا یک چیزی است که یکی از خصوصیاتش این است که اگر فاش هم بشه همه اون رو درک نمیکنن، در حالی که راز، در حالی که مجهولات دیگر اگر فاش بشه و گفته بشه خب دیگه همه متوجه میشن. این اگر بنده اینجا بنویسم روی تخته که شماره تلفن من چیست، دیگه رازی نیست، همه هم میفهمن و یک مطلب ساده است و هر امر دیگری. اما رازها این چنین نیستن. مولوی اتفاقا خودش میگه راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. راز اصلا یه چیزیست که بعضی گوشها وقتی که بشنون میفهمن که این یک رازیست و دیگران اون رو یک اطلاع خیلی عادی میگیرن که خب مطلب ساده است، اهمیتی نداره. شما همین مثنوی رو اگر بخوانید مالا مال از اسرار است، حقیقتا این رو عرض میکنم، ولی ظاهر کلمات البته اینها رو نشون نمیده. حتی به شروح مثنوی شما مراجعه بکنید چیز چندانی در نمیابید، فقط رازدانها میتونن بفهمن که مولانا در کجا چه چیزی رو به ودیعت نهاده است و چگونه میتوان با میکروسکوپ های خاصی اونها رو دید. مولوی در باب راز یک سخن دیگر هم داره، اینها رو فقط از باب اوصافش میگویم، ولی بنده جز رازدانها نیستم که اینجا به شما بگم که یا چنین وانمود کنم که این اسرار نزد بنده است، نه اینطوری نیست. میگوید که سر پنهان است اندر زیر و بم، فاش اگر گویم جهان برهم زنم. رازهایی که از خصوصیاتشون اینه که باید پنهان بمانند. پنهان بودن خصلت ذاتی اونهاست. اگر فاش شوند، اگر آشکار شوند، نظام این عالم به هم میخوره. این عالم، این عالم است به دلیل اینکه پاره ای از چیزها در او رازآلود است و رازآلود میماند، مگر برای نخبگانی، مگر برای قلیلی، اندکی از آدمیان. در غیر این صورت البته جهان شکل دیگری پیدا خواهد کرد. سعدی هم در اون اشعار خودش میگه مشکن دلم که حقه راز نهان توست، ترسم که راز در کف نامحرم افتد، و اگر راز در کف نامحرم بیفته جهان رو برهم خواهد زد. یه مفهومی در عرفان باز داریم که مولانا هم رو خیلی سرمایه گذاری کرده و اون مفهوم غیرت خداوند است. ما البته از غیرت یک تصویر و مفهوم دیگری داریم، ولی غیرت خداوند نزد عارفان عبارت است از رازپوشی خداوند و اینکه خدا نمیگذارد که رازها به دست نامحرمان بیفتد. این مفهوم غیرت الهی است نزد عارفان ما و مسائل بسی بیش از این. لذا وقتی که
شیخ محمود شبستری نام کتاب خودش رو گلشن راز میگذاره، یعنی شما وقتی که وارد این گلستان میشید یه بویی از اسراری به شامه شما میرسد، همین یه بویی، اما فراتر از آن رو باید به جاهای دیگه برید و کشف کنید. خب اقبال البته نمیدانم که این معنا از راز رو منظور داشته یا نداشته، اما باری از باب این که راه شیخ محمود رو ادامه میدهد و پاسخی به کتاب او و به سوالات مطرح در کتاب او می نویسد، گلشن راز جدید اون رو نام نهاده است. من عمدتاً ابیات او رو می خوانم و معنا می کنم تا ببینیم که مرحوم اقبال لاهوری در مورد این سوال که عبارت است از ربط ممکن و واجب، نسبت خدا و جهان، چه سخن تازه‌ای برای ما دارد. سوال سوم، مثال ممکن و واجب به هم چیست؟ حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست؟ این شعر مال گلشن راز شبستری است. حالا پاسخی که مرحوم اقبال می‌دهد: سپهلو این جهان چون و چند است، خرد کیف و کم او را کمند است. جهان طوسی و اقلیدوس هستین، پی عقل زمین فرسا بس هستین. خب در همین جا هم شما می‌بینید که اقبال قدری در مقام تخفیف عقل برمیاد، به این معنا که محدودیت‌های عقل رو به رخ می‌کشد، به چشم به روی پیش چشم ما می‌آورد. می‌گوید که این جهانی که ما در او زندگی می‌کنیم جهان سه‌بعدی است. سپهلو این جهان چون و چند است، خرد کیف و کم او را کمند است و به کمند خرد می‌افتد، یعنی عقل ماده شناس و طبیعت شناس جهان سه‌بعدی رو درک می‌کند. و همچنان که اقلیدوس از او سخن گفته، همچنان که خواجه نصیر طوسی از آن سخن گفته است. از قضا این ایام ایام بزرگداشت خواجه نصیر طوسی هم هست و البته باید وام او را هم نهاد. خواجه نصیر طوسی کسی است که گفتند که در هندسه اقلیدوسی ابتکاراتی هم داشته و علاوه بر این که فیلسوف بوده، ریاضیدان بوده، فلکی بوده، ستاره شناس بوده و به همین سبب هم هست که اقبال نام او رو می آورد. می گوید که حظ خرد نصیب عقل آدمی در مقام طبیعت شناسی همین است که جهان سه‌بعدی رو درک بکند. این تا زمان طوسی و اقلیدوس است، یعنی متعلق به دوران کلاسیک است، متعلق به دوران ما قبل فیزیک آینشتینی است، در واقع فیزیک نیوتنی تا این حد آمده است، ولی اقبال نامی از نیوتن نمیبرد. زمانش هم مکانش اعتباری است، زمین و آسمانش اعتباری است. از اینجا در واقع اقبال داره اندیشه های جدید رو مطرح میکند، حرف هایی که کانت زده و بعد از کانت هم خب به شکل دیگری در فیزیک آینشتینی مطرح شده. من این رو اینجا خدمت شما عرض بکنم، درکی که بنده از فیزیک جدید و فیزیک آینشتینی دارم فرق داره با درکی که مرحوم اقبال داشته. من نمیدانم که اقبال کجا و چگونه این مکتب رو مطالعه کرده و دریافت او از نسبی بودن زمان و مکان چگونه بوده. او در کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام هم سرمایه‌گذاری زیاد روی فکر آینشتین کرده و نسبی بودن زمان رو نزد او به معنای نسبی بودن واقعی زمان گرفته و نسبی بودن واقعی مکان، چون به هر حال در اون فیزیک این دوتا در هم می روند، و از این خواسته که یک فلسفه طبیعت شناسانه و جهان شناسانه بزرگی بیرون بیاورد. نزد این حقیر من اون درک رو ندارم. علی ای حال مطابق رأی اقبال اینجا پیش می ریم. ببینید، شما از فیزیک آینشتینی دو جور دریافت میتونید داشته باشید. یکی این که این فیزیک متعلق به مقام اندازه‌گیریه، یعنی ما در اندازه‌گیریمون زمان برامون نسبی میشه. اگر که شما حرکت کنید اندازه‌گیری زمان به نحوی میشود و اگر حرکت نکنید اندازه‌گیری زمان به نحو دیگری میشود، نه اینکه در واقع زمان و مکان خصلت نسبی داشته باشند. اما برای آینشتین در واقع
خود اندازه‌گیر و اینکه او یا او در حرکت باشه یا در سکون باشه تأثیر می‌گذارد روی اندازه‌گیری‌های او. اینکه یک شنیدید حتما اون پارادوکس دو قلوها که در مقابل تئوری اینشتین مطرح شده بود از همون ابتدا، که اگر دو بچه دو قلو بر روی زمین به دنیا بیان، یکیشون با سرعت نور حرکت کنه و بره به افلاک و دیگری در روی زمین بماند، اون اگر بره و برگرده، مثلا اگر به فواصل بسیار دوری بره، همش یه سال دو سال بیشتر طول نمی کشه، اما یه سال دو سال او مثلا معادل میشه با 200 سال 300 سال. لذا این دو قلو وقتی برمیگرده میبینه که اون قلوی دیگش پیرمرد مثلا 100 ساله ایه، ولی خودش هنوز یکی دو سال بیشتر نداره. و اینطوری میگفتن که این زمان نسبی است. اینا درست نیست، اینا درک های نادرستی از تئوری اینشتین است که این حرف رو میزنن، و اصلا به این معنا نیستش که زمان برای این دوتا متفاوت باشه. منتها در مقام اندازه‌گیری اینا با هم متفاوت میشن. یک مثال، یعنی یک آزمایش فکری اینشتین داشت که یک ساعت اکسپریمنت که خب خیلی هم مهم بود، میگفت که فرض کنید که ساعت 4، شما الان به ساعت نگاه میکنید و بعد روی شعاعی که از این ساعت میاد به چشم شما سوار بشید و از ساعت دور بشید، برای شما همچنان ساعت 4 باقی خواهد موند، چون همونطور همون شعاعی که ساعت 4 بود و در چشم شماست، هرچی هم بگذرید بازم ساعت 4ه. ولی برای اونایی که روی زمین نشستن، البته ساعت از 4 گذشته، 5 شده، 6 شده، شب شده، روز شده، اما برای شما ساعت همیشه 4ه. به این معنا زمان ثابت میماند، چون زمان نزد اینشتین یعنی ساعت، نه یعنی حقیقت زمان. زمان یعنی اونی که ساعت نشون میده. خیلی ها اینو توجه ندارن، فکر میکنن راجع به خود ماهیت زمان اینجا سخن رفته است. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی که فیلسوف بود و مفسر اندیشه های مرحوم صدرالمتألهین بود. خب صدرالمتألهین هم در باب زمان سخنان مهمی داره، در مکتب فلسفی خودش رو از عوارض تحلیلیه وجود میدانه و حرفای خیلی مهمی، من در کتاب نهاد ناآرام جهان رأی ایشان رو مبسوط در باب زمان آوردم و استدلالاتش رو. مرحوم صدرالمتألهین در باب حقیقت زمان و ماهیت زمان و ذات زمان این حرفا رو میزنه راجع به اندازه‌گیری زمان. اصلا در صدرالمتألهین صحبت از ساعت و نور و دور شدن از نور و خروج نور از اون ابژه و ورودش به چشم، و اصلا ملا صدرا معتقد است دیدن به دلیل خروج شعاع از چشم است، نه به دلیل ورود شعاع به چشم. اینا نیست، اون تئوری های قدیمی در باب رؤیت چیز دیگری بود، این متعلق به جهان جدید است که رؤیت رو در گرو ورود شعاع به چشم میدانند و تأثیر در شبکیه و بعدش رفتن به سلول های عصبی و به اون جاهایی که خود مغز داره. ولی در چیز در زمان گذشته البته این چنین نبود. باری مرحوم علامه طباطبایی در حواشی اسفار اونجاها میگوید که بله، این مطالبی رو که امروزه در باب زمان و مکان و در تئوری اینشتین و اینا گفته شده، اینا چیزایی است که تو فلسفه صدرالمتألهین به طور سربسته بیان شده بوده و حل شده بوده. گمان من اشتباهی است در این باب. مرحوم راشد که از رادیوی ایران برای مدت‌های مدید سخن می‌گفت، یکی از سخنوران بسیار زبردست بود، ایشون هم یک کتابی داره در باب همین اینشتین و تئوری او نسبت به زمان و همچنین مقایسه با بعضی از اندیشه‌های پیشین. در اونجا هم به نظر من همین خطا رخ داده است. باری ولی بیشتر مردم فکر میکنن که نسبی بودن زمان و مکان، یعنی همین نسبی، معمولا تصور درستی هم ندارن که نسبی یعنی چی. از یک کسی بپرسی میگه خب منظور اینه که اگه اینجا شبه لابد یه کشور دیگه روزه مثلا. خب این یه چیزی نبود که اینشتین کشفش بکنه، این چیز ساده ای بود و تقریبا هر آدم عامی این رو میدونه. این چیزی نبود که به عقل نیوتن نرسه، به عقل ارسطو نرسه، به عقل خواجه نصیر طوسی نرسه. اینا مسائل خیلی ساده است. قصه خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست البته.
ولی نه به این سادگی که همه چیز پس نسبی است. حتی من پاره از نویسندگان ایرانی خودمون رو دیدم نوشتن که بله دیگه اینشتن ثابت کرد که زمان نسبی است، مکان دیگه همه چیز هم نسبی است، پس اخلاق هم نسبی است. این که دیگه خیلی عجیب و غریبه، یعنی زدن به سیم آخره، یعنی یه چیزی رو به یه چیزی چسبوندن که هیچ ربط و نسبتی با هم دیگه ندارن. ولی خب وقتی که پاره از این مطالب در افواه عوام میفته، یه چنین برداشت‌های جاهلانه هم از اونها صورت میگیره. باری اینکه اقبال میگه زمانش هم مکانش اعتباریست، زمین و آسمانش اعتباریست، حرفش این است که در جهان جدید و در پرتو علم جدید زمین و زمان و آسمان و مکان و اینا همه اعتباری شدن. اعتباری یعنی بسته به فرض ما هستن، بسته به بینش ما هستن، به اعتبار ما متکی هستن تا ما اونها را چگونه بیابیم. کمان را زه کن و آماج دریاب، ز حرفم نکته معراج دریاب. بر اینجا در واقع مرحوم اقبال یک تلنگری هم به ذهن دینداران میزنه، میگه شما چه نشستید با این تفکر کهن مطلقگرا درباره زمان، شما نمیتونید مسئله معراج رو حل کنید، چون به ما گفتن که پیامبر در طرفت العینی به معراج رفت و آمد. حتی در بعضی از حکایات و روایات مربوط به معراج هست که پیامبر از منزل که بیرون آمدند و در و بستن، این کلون در تکان میخورد، اون حلقه در، و وقتی ایشون برگشتن هنوز اون حلقه تکان میخورد، یعنی که انه هیچ زمانی نگذشت و ایشان تمام سیر افلاک و آسمان ها رو در لازمان صورت دادند و برگشتن در همون لحظه و ثانیه‌ای که زمین رو ترک کرده بودن. حتی کسانی هستن میگن که براق که برای پیامبر آمد، در روایات و حکایات مربوط به معراج هست که براقی آمد، جبرئیل یک مرکبی آورد که نامش براق بود و پیامبر رو بر اون نشاند و برد. گفتن که این براق مشتق از برق است و منظور از این که براق بوده و برق بوده، یعنی سواره بر یک مرکبی به سرعت برق و به سرعت نور کرد. حالا اینکه اونایی که این حکایت رو درست کردن چقدر میدونستن که الکتریسته مثلا چه سرعتی داره، نور چه سرعتی داره، اینا دیگه همه رو بنده واگذار میکنم به شما. اما خب این سخنان گفته شده است و در این مسائل اینجور افکار عامیانه هم داخل شده. اما اقبال البته خب از منظر رفیع تری به این مطلب نظر میکنه، میگه برای اینکه یک شمه‌ای دریابی که بالاخره زمان فقط این نیست که در افواه عامه افتاده و درک ساده‌ای که مردم دارن، قدری در قصه معراج تأمل کن و اینکه چه معنا داره که پیامبر که یک موجود جسمانی بود و بر حسب حکایات با بدن به معراج رفت و به سیر افلاک و آسمان ها پرداخت، این سفر بلند او هیچ زمانی رو نگرفته باشه و دوباره در همون زمان برگشته باشه. میگه اگه قدری فکر میکنی شاید یک کمی به معنا و به مغز مفهوم زمان بیشتر راه پیدا کنی. نکته ای که من در شرح این بیت باید اینجا فقط یادآوری کنم خدمت شما بدون اینکه داوری کنم، این است که خب اختلاف است البته میان عالمان مسلمان که معراج پیامبر به جسم بود یا به روح بود، و اکثریت گفتن که معراج پیامبر به جسم بود، با همین بدن به معراج رفت. منتها کسان دیگری که قدری با مشکلات این مسئله مواجه بودند و متوجه بودند، خورده خورده از این فکر کناره گرفتند، تلویحاً یا تصریحاً بیان کردند که این معراج نمیتواند جسمانی باشه و روحانی بوده. در بعضی از دعاهای شیعه هم داریم که و عرجت به روحهی الی سمائک، تو روح پیامبر رو به آسمان بردی. اینکه این آسمان کجا بوده اساسا، به دلیل اینکه آسمانی که ما امروز میشناسیم اون خبرها درش نیست. گذشتگان شاید فکر میکردن آسمانی هست و در این آسمان ملائک هستند و اونجا همون جاییست که عیسی هم رفت، عیسی هم در فلک چهارم رفت نشست، در فلک خورشید پیامبرم از زمین بالا رفت و ارتفاع گرفت و به اون آسمان ها رفت
بعد برای این آسمان ها هم یک احکام قائل بودن، همون اندیشه هایی که از ارسطو رسیده بود که افلاک قابل خرق و التیام نیستن، یعنی فلک پاره نمیشه، اگرم پاره بشه دیگه جوش نمیخوره، بنابراین این رو جز محالات میدونستن که یه جسمی فلک رو پاره کنه و اون رو بشکافه و بالاتر بره، و اگر این فلک پاره بشه که دیگه نظام عالم به هم میخوره، لحاف فلک پاره بشه و از اون بعد دیگه جوش خوردنی هم نیست، جز محالات، خدا هم نمیتونه جوشش بده چه برسه اعجاز پیامبرانه. به همین دلیل یه بزرگانی مثل مرحوم ملا هادی سبزواری اگر دیده باشید، ایشون در حواشی اسفار و در کتاب دیگر خودش که در باب فلسفه نوشته، یک واقعا بافندگی های کرده در این باب که جز بافندگی اسمش چیز دیگری نمیشه گذاشت، که این پیامبر که به افلاک رسید به هر حال در هر فلکی چه کرد و چه مقداری از این وجود خاکی خودش رو هی مثل لباس از تنش در آورد و در آورد تا چنان لطیف شد که بتونه از افلاک عبور بکنه، چیزای عجیب و غریبی گفتن. خب اینا حرفایی بود که می زدن دیگه. همین مشکلات بود که یه عده‌ای بعدن به این فکر افتادن که ما چرا یک شعری بگیم که تو قافیهش بمونیم، چرا بیاییم و بگیم که این بدن سنگین از این ثقل جاذبه فرار کرد و عبور کرد و با آسمان رفت، آسمان ناکجا آبادی که هیچ خبری هم در اونجا نیست، قدیمی ها فکر میکردن خبرهاییست، تا بعد بشینیم مشکلات خرق و التیام افلاک رو حل کنیم و مسائل عجیب و غریبی از این قبیل. اینی که آمدن رو گفتن که نه، این احتمالاً به تعبیر خیلی ساده امروزی یک تجربه دینی بوده، پیامبر اصلا از جاش تکون نخورده، درست شبیه یک خواب، درست شبیه یک کشف، اون تا یک رؤیای صادق همینطوری بلند شده، روح او برخواسته، حالا هر تعبیری دلتون میخواد بکنید، تمام این آسمان ها رو گشته، تازه آسمان نه به معنای این آسمان های مادی، و در این رؤیای خودش چیزهایی دیده که بعدن همونا دستمایه تعلیمات دینی او شد، همون چیزهایی که دید، بهش رو دید، جهنم رو دید، عرش رو دید، ملائک رو دید، با خداوند صحبت کرد و از انواع و اصناف گرفتاری های آدم های گناهکار در روی زمین رو دید و بعد هم برگشت به زمین، یعنی از خواب بیدار شد، برگشت به زمین، یعنی اون رؤیا خاتمه یافت و تمام شد. اینجوری که بیاندیشیم البته بسیاری از این مشکلات حل میشه و اصلا سوالی پیش نمیاد که انسان بخواد در جوابش به بافندگی بیفته. مسئله زمان هم در واقع به یک معنا دیگه مطرح نخواهد شد، برای اینکه در تجربه روحی و معنوی و در رؤیای باطنی اصلا شما سیر زمانی نمی کنید و سیرتون از جنس دیگریست، شبیه این که شما در خواب می بینید که چون خواب اصلا یک منطق دیگری داره، در فضای دیگری واقع میشه، انسان زمین رو در می نوردد در طرفت العینی و از این سوی جهان به اون سوی جهان میره، ولی خودش در یک جا افتاده و هیچ تکان هم نمیخوره. لذا این که ما راجع به معراج پیامبر چه فکر بکنیم و اون رو چگونه تفسیر بکنیم نهایت اهمیت رو داره، مخصوصا وقتی که وارد این بحثا میشید که فی المثل میخواید بگید که وصال ممکن و واجب چگونه است و اینکه خدا و انسان چه ربط و نسبتی با هم پیدا میکنن و نه فقط انسان بلکه کل این جهان مادی، خدای بی زمان با این جهان زماندار چه نسبتی پیدا میکنه، که از مشکلترین مشکلات کلام قدیم بوده است که سوال میکردن که خدا این دنیا رو کی آفریده. خب هر وقت بگین کی معلوم میشه که بس زمان قبل از او بوده، چون اگر بگین کی یعنی مثلا یه ساعتی رو، یه وقتی رو معین کنید، پس معلوم میشه که در یه زمانی آفریده شده، پس زمان قبل از جهان بوده، وقت سوال این است که خدا زمان رو کی آفریده. خب یا باید بگید زمان خودش واجب الوجوده، یعنی به آفرینش احتیاجی نداره، یه مشکل دوم پیدا میشه، شریکی برای خدا درست کردید، چون یه طرف خدا یه موجود دیگه هم هست که احتیاج به خدا نداره و خودش بوده هم داره. اما اگر بگید زمان رو آفریده، بعد میگیم زمان رو کی آفریده، وقت اینجاست که دیگه عقل متحیر میشه، یعنی یه زمانی قبل از زمان باید فرض کنید، قبل از اون زمان هم چون این سوال خاتمه پیدا نمیکنه، متوقف نمیشه و وارد همون مقولاتی میشه که بعدها کانت اومد
و گفت بابا اصلا این سوالا رو مطرح نکنید، خداوند عقل آدمی رو برای پاسخ به این پرسش ها نیافریده، اینا اصلا beyond the capacity of reason، اصلا فراتر از ظرفیت عقلانیت بشر است. و متافیزیکی که دنبال پاسخ دادن به این سوالا بود از اصل بیراه رفته بود، سوالاتی رو جلو خودش گذاشته بود مثل یه لقمه های درشتی که از گلوش پایین نمی رفت دیگه. و قرنها فیلسوفان بر سر اینها بگو مگو کردن، به هیچ جا هم نرسید، همتون دور خودشون میچرخیدن و به هیچ جا هم نرسیدن. و به قول کانت میگفت این متافیزیک یک زایندگی ملعون داره، یعنی سوالات رو طرح میکنه که هی پاسخ باید به او داد و این پاسخ ها هیچ چیزی رو هم روشن نمیکنه، اما حجم متافیزیک فربه میشه و افزونتر میشه و هر فیلسوفی از راه میرسه میگه گذشتگان به جواب این مشکل نرسیدن، حالا ما میخوایم خلاصه آستین همت بالا بزنیم و دست معرفت از آستین خلاصه الفاظ بیرون بیاریم و بیان کنیم به مالا مزید علی. ولی او خودش تازه گرهی بر گره پیشینیان میافزود و این قافله تا به هشت لنگ است، کمان که تا امروز هم لیلزا ایشان آتش بس داد و پیشنهاد توقف این حرکت رو داد و گفت این ما رو به هیچستان میبرد، به ترکستان که هیچی، به هیچستان، به هیچ جا ما رو نمیبره. اقبال در واقع این حرفای کانتو قبول داره، یعنی معتقده که اون متافیزیک پیشینیان کمیتش لنگه در حل مسئله زمان، در حل مسئله مکان. به همین دلیل تقریبا همراه و همداستان با کانت وارد این می شود که بگوید که زمان سابجکتیو است، یعنی در ماست و از ماست، در عالم خارج زمانی نیست. به همین معنا میگه اعتباری است، ما زمان رو به عالم نسبت میدیم، نه اینکه زمانی واقعیت داشته باشه و ما او رو کشف کنیم و پیدا کنیم و از او سخن بگیم. کمان را زه کن و آماج دریاب، ز حرفم نکته معراج دریاب. یعنی دارم یه حرفی میزنم که اگر این حرف منو بپذیری و خوب بفهمی، شاید مسئله معراج هم برات حل بشه که چگونه یک سیری در لازمان صورت گرفت. مجو مطلق در این دیر مکافات، که مطلق نیست جز نور سماوات. هیچ مطلقی در این عالم وجود نداره، اگر یک مطلق داشته باشیم خداوند است. نور السماوات یعنی خداوند دیگه. در قرآن داریم که الله و نور السماوات و الارض، خداوند نور سماوات و ارض است، لذا نور السماوات اسم دیگر خداونده. میگه یک مطلق ما بیشتر نداریم و اون عبارت هست از خداوند، دیگه مطلقی وجود نداره در این دیر مکافات، یعنی در این عالم ماده و طبیعت. دنبال مطلق نگرد که پیدا نمی کنه. حالا شما این حرف اقبال رو باز با حرف ماکس پلانک که خب یک فیزیکدانیست در رتبه آینشتاین مقایسه بکنید. ماکس پلانک اتفاقا درست عکس این رو می گفت اصلا نسبی، یعنی نسبت میان دوتا مطلق، نسبی معنی دیگه ای نداره. دوتا مطلق رو که با هم مقایسه می کنی بعد مفهوم نسبی به دست میاد. لذا اگر نسبی داریم پس معلوم حتما مطلق هم داریم. اینجوری نمیشه بگیم که همه چیز تو این عالم نسبیه. نسبی به چی؟ نسبت به چی نسبیه؟ این رو وقتی نسبت به اون میسنجی، دوتا مطلق رو وقتی منصوب به هم میکنی، وقت کلمه نسبیت و مفهوم نسبیت متولد میشه. ولی مرحوم اقبال داره یه راه دیگری رو میره و سخن دیگر. حقیقت لا زوال و لا مکان است. این درسته. مگو دیگر که عالم بیکران است. این عالمی که ما در روز زندگی میکنیم میگه نگو بیکران است، این عالم کرانمنده، یعنی محدوده، ولی حقیقت لا زوال و لا مکان است. کران او درون است و برون نیست، درونش پست بالا کم فزون نیست. درونش خالی از بالا و زیر است، ولی بیرون او وسعت پذیر است. ابد را عقل ما ناسازگار است، یکی از گیرودار او هزار است. میگه اصلا عقل ما نمیتونه درک ابدیت بکنه. عقل ما اساسا برای زمانهای محدود ساخته شده. ابدیت نه به معنای زمان نامحدوده، ابدیت یعنی مرتبه لازمان. در انگلیسی هم کلمه eternity وقتی که به کار میره در مقابل temporality، temporality یعنی زمانمند بودن، eternity یعنی لازمان بودن. مردم خیلی ها فکر میکنن ازل و ابد، ازل یعنی زمان، یعنی آغاز زمان، آغاز بی‌نهایت، و ابدم یعنی پایان بی‌نهایت، در حالی که
ازل و ابد آغاز و انجام زمان نیست، فرای زمان است، اصلا بی زمان نیست، یک فضایی است که زمان در او جا میگیره و خودش از جنس زمان نیست. و درست از همینجا عقل آدم به قول اقبال و به قول مولانا دیگه از پرواز باز میمونه، چون عقل ما برای اون درک او ساخته نشده. قصه ای رو از مولوی براتون نقل کنم که این مسئله روشن‌تر بشه. میگوید که این روایت خب در کتاب‌های هم اهل سنت و هم شیعیان آمده است که یک روز پیامبر به زید رسیدند و از او پرسیدند که حالت چطوره. گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت ای رفیق با وفا. گفت عبدن موقنن. گفت من امروز حالم خیلی خوشه، به مقام یقین رسیدم. گفت عبدن موقنن. بازوش گفت کو نشان از باغ ایمان گرشه گفت. پیامبر گفتن خب نشانه یقین چیه؟ از کجا بفهمیم که شما به مقام یقین رسیدی؟ گفت که من همه چیزها، من پشت پرده رو عیان میبینم. گر ببیند بله مردم وقتی که از بهشتیان، حالا اون اشعارش رو اگه یادم اومد میکنم، از بهشتیان سخن میگن، از جهنمیان سخن میگن، من سخن از اینا نمیگم، خبر نمیدم، من معاینه اینها رو میبینم، من ببینم عرش را با عرشیان. اون وقت پیامبر ازش پرسید که خب تو چگونه به این مقام یقین رسیدی؟ گفت تشنه بودم من روزها، شب نخفتستم ز درد و سوزها، تا ز روز و شب جدا گشتم چنان که ز اسپر بگذرد نوک سنان. گفت من چنان ریاضت بردم، درد و سوز کشیدم، از روز و شب جدا شدم، یعنی از زمان جدا شدم. همونطوری که نیزه از توی سپر عبور میکنه، من از این سپر و این محدودهی که زمان و مکان ایجاد کرده بودم، اینو شکافتم و بیرون رفتم از دنیای زمانی، که ز روز و شب جدا گشتم چنان که ز اسپر بگذرد نوک سنان، که از اون سو جمله ملت یکیست، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست. میگه اون طرف که میری دیگه اصلا اینا همه یکی میشن، هیچ فاصله زمانی وجود نداره، یه ساعت با صد هزار سال یکی میشن. هست ازل را و ابد را اتحاد، عقل را ره نیست سوی افتقاد. این درست همه، میگه اونجا ازل و ابد دستشون رو به هم میدن یکی میشن، اما عقل دیگه اونجا راهی نداره. افتقاد یعنی وقتی که فقدان زمان است، فقدان مکان است، عقل به اونجا راه نداره. عقل ما در همین حیطه زمان و مکان کار میکنه و به تعبیر اقبال ابد را عقل ما ناسازگار است. عقل ما اصلا در خور درک ابدیت نیست، یعنی مقام لازمان برای اون ساخته نشده است و لذا فهم ما در اونجا دچار مشکل میشه، دچار توقف میشه. بعد اون داستان البته در مثنوی ادامه پیدا میکنه و اون زید از پیامبر میپرسه، میگه هین بگویم یا فرو بندم نفس؟ پیامبر به اون لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. گفت نه دیگه، بیشتر از این پرده ها رو بالا نزن و رازها رو فاش نکن و اسرار پشت پرده رو باز مگو. گفت هین در کش انان مستور به، هر کس از پندار خود مسرور به. این یکی از اون اساسی ترین رازهایی است که تو مثنوی آمده است. هر کس از پندار خود مسرور به، بذار هر کسی با پندار خودش خوش باشه، برای اینکه اگر رازهای این عالم گشوده بشه، این پندارها هم از بین میره، اصلا زندگی ما مختل میشه. ما با همین پندارها و رؤیاها و تخیلات و تصورات زندگی میکنیم دیگه. ما اگر فرض کنید که بنده شما میدونستیم که کی از این دنیا میریم، اگه همه مردم میدونستن، تمام این زندگی وضعیتش عوض میشه. اگر ما همه میدونستیم که تو دل ما چه میگذره، بنده میدونستم که شما چی فکر میکنید، شما میدونستید من چی فکر میکنم، تمام دوستی ها و دشمنی ها عوض میشد، مثلا نظام عالم به هم میخورد. بنابراین نباید این امور مستور، امور پوشیده فاش بشه. اگر فاش شد،
همه چی نظم عالم به هم میخوره. همون تئوری قفلته که غزالی هم در کتاب خودش داره، مولانا رو هم داره، میگه ستون این جهان خود قفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. توجه کردید؟ برای اینکه اگر هوشیاری بیاد، یعنی آدم همه چیزا رو بدونه، این آفت میخوره به این جهان، نظم این جهان به هم میخوره. هوشیاری زان جهان است و چوان غالب آید محو گردد این جهان، زان جهان اندک ترشح میرسد تا نخیزد زین جهان حرص و حسد. چون ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. گاو اگر واقف ز قصابان بودی، در پی چی کی پی ایشان بدان دکان شدی. گاو اگه میدونست چه بلایی میخوان به سرش بیارن که دنبال قصابا رو نمیافتاد، که میدونست یه ساعت دیگه سرش رو میبرن. منتها خیلی ببخشید، همه ما یه نحوی شبیه همون جانوریم. در خیلی از موارد همین نادانی های ما و ندانسته های ماست که ما رو پیش میراند تو این زندگی. اگه ما عواقب اعمال خودمون رو بدونیم، قدم از قدم بر نمیداریم. ما با این چشمای بسته تو این دنیا زندگی میکنیم، با چشم باز زندگی عوض میشه. شما فکر کنید واقعا خداوند جهان رو آفریده باشه، همه نابینایان، همه اینا بالاخره یه معیشتی رو برای خودشون تنظیم و تعریف میکنن یه جوری، اما اگه اینا ناگهان همه چشمدار بشن، اصلا تمام اون نحوه معیشت عوض میشه، تمام اون نحوه معیشت عوض میشه. فرض کنید همه کر باشن. خب کرا برای خودشون یه جوری بازی زندگی رو درست میکنن دیگه، یه جوری کنار میان با هم. حالا فرض کنید از فردا یه مرتبه همه شنوا بشن، باز نظام زندگی و معیشت از بیخوبون عوض میشه. غیر از اینه، خب حقیقت اینه که ما همون چشپستا هستیم، همونی که مولانا گفت حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میان آورید. میگه همه ما نابیناییم تو این دنیا، نابینایانی که خیال میکنیم بیناییم، و این همون قفلته و همون مکریست که خداوند با ما کرده. ما خودمون رو بینا میپنداریم در حالی که نابیناییم، و زندگی رو در نابینایی صورت و سامان داده ایم. این نابینایی اگر به بینایی بدل بشه، این جهان عوض میشه. همون میشه که خیام گفت، گفت چی؟ گفت اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این خط معما نه تو خوانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. اگر این پرده برافته، دیگه این وضعیت باقی نخواهد ماند، میشه یه جهان دیگری، و اون جهان دیگر همون جهانی است که پیامبران اسمش گذاشتن جهان آخرت، جهان بینایان. این جهان جهان نابینایانه. آدمی وقتی بینا بشه جهان دیگه ای پیش میاد، و اون چون پرده برافتد نه تو مانی یا نه من. اون جهان البته جهانی است که به قول مولانا اون جهان جز باقی و آباد نیست، اون که ترکیب وی از ازداد نیست. این جهان ترکیب از ازداده، و این ازدادن که این عالم رو اداره میکنن، و البته به دیزینتگریشن و به متلاشی شدن هم منجر میشن نهایتا. اما اگه یک جهانی مرکب از ازداد نباشه، زمانم نداشته باشه، مکانم نباشه، باقی و آباده، نه خراب میشه، نه تجزیه میشه، و نه از میان میره، نابود میشه. لذا باقی این جهان فانیه و غیر آباد و خراب. خب ابد را عقل ما ناسازگار است، یکی از گیر و دار او هزار است. چو لنگ است او سکون را دوست دارد، نبیند مغز و دل بر پوست دارد. چون خرد لنگه اصلا با سکون آشتی میکنه، به حرکت و به حرکت تیز رضایت نمیده، اهل حرکت های کنده. بعد نکته بعدی، حقیقت را چو ما صد پاره کردیم، تمیز ثابت و سیاره کردیم. خرد در لامکان طرح مکان بست، چو زناری زمان را برمیان بست. خب اینا خیلی سخنان حکیمانه و رفیعی است از مرحوم اقبال. ببینید که حقیقت یکی بیشتر نیست، همون قول به وحدت، وحدت در وجود، وحدت در حقیقت. ما اومدیم خط کشی کردیم، میگیم اینش ماده است، اونش غیر ماده است، اینش سفیده، اونش سیاهه. وقتی آدم وارد این جهان شد، آدم خاکی، اصلا در همه چیز تغییر پدید آمد. این خوبه، اون بده، و این قبل، اون بعد، این شمال، اون جنوب،
اینا رو ما درست کردیم. حقیقت صد پاره نبود، یک پاره بیشتر نبود. همون سخنی که مولوی هم داره، در واقع داره بر وفق عارفان پیشین حرکت میکنه. میگوید مولوی چی میگفت؟ میگفت متحد بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم اون سر همه. چون به صورت آمد و نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. دقیقا تشبیه مولوی اینه. میگه فرض کنید در مقابل نور خورشید یک کنگره، دیوار کنگره داری رو بگذارید، سایش پر کنگره میشه. دیوار شما ویران کنید، نور میتابه، هیچ سایه کنگره داری شما نخواهید دید، یعنی هیچ تمایزی و تفاوتی نخواهید یافت. ما یک دیوار کنگره دار در مقابل اون نور واحد و وحدت بخش گذاشتیم و لذا تمایز پدید آورده ایم. توجه کردید؟ این حرف رو اقبال داره میزنه. حقیقت را چون ما صد پاره کردیم، تمیز ثابت و سیاره کردیم، گفتیم این ثابت، اون متحرک، این قبل اون بعد، خرد در لامکان طرح مکان بست، کل این عالم در لامکانه. واقعا نکته مهمی است. اینو فیلسوفان هم گفتن، تمام این جهان ماده. من اگه از شما بپرسم وقتی میگم جهان ماده، منظورم زمین نیست، تمام یونیورس مادی، همه کائنات مادی. اگر من از شما بپرسم کل این کائنات کجا قرار داره، شما چی میگید؟ جایی وجود نداره، جا درون جهانه، ولی کل جهان در جایی نیست. توجه میکنید؟ اگر بپرسم کل این زمان در چه زمانی قرار داره، کل این جهان زمانی در زمان نیست. لذا اصل حقیقت نه زمان داره نه مکان داره. به تعبیر اقبال، خرد در لامکان طرح مکان بست. ما اومدیم روی بومی به اصطلاح، این که خودش زمان نداشت مکان نداشت، ما صورت زمان و مکان کشیدیم. زمان و مکان رو ما به عالم عرضه کردیم. زمان را در بل خرد در لامکان طرح مکان بست، جز و ناری زمان را برمیان بست. زمان را در ضمیر خود ندیدم، مه و سال و شب و روز آفریدم. این از اون حرفای برکسونیست. خلاصش این که شما وقتی که به خودتون مراجعه کنید، زمان نیست، زمان رو ما خلق کردیم. مه و سالت نمی ارزد به یک جو، به حرف کم لبستم امتزن شو. باز یک اشاره دیگری به قرآن و یک استنباط خیلی لطیف. در قرآن چند جا این آیه هست که وقتی که روز قیامت از بعضی افراد میپرسن که شما چه مقدار در جهان زندگی کردید، میگن یومن او بعض یوم، کم لبستم، لبس یعنی درنگ کردن، چقدر در عالم درنگ کردید، چقدر عمر کردید. میگن یه روز یا بعض یوم، نیم روز، یه همچی چیزی. اقبال همینو اینجا کشیده میان، میگه ببینید به حرف کم لبستون قوت زن شد. برو تو این کم لبستون فکر کن، برو قور کن در این. یعنی چی که وقتی که شمایی که 80 سال عمر کردی، 90 سال عمر کردی، اون دنیا ازت میپرسن که این چقدر موندی، میگی یه روز، نصف روز. مثل اصحاب کهف دیگه، وقتی که از خواب 300 ساله بیدار شدن، فکر میکردن که مثلا یکی دو روز اونجا خوابیدن. و بعد همطور که در قرآن داستانشون هست دیگه، گفت فبعثوا بورقکم، پولی بردارید ببرید یه جای خرید کنید. همونجا بود که رازشون فاش شد. وقتی که رفتن گفتن این پولا چیه؟ این پولا مال 300 سال پیشه، شما چه گنجی پیدا کردید؟ و بعد خودشون فهمیدن که عجب، اینا فعماته الله به اطعام، یا اونجا 300 سال و 309 سال، بله 300 سال، سلاست اطعام و ازداد و تسعا، 309 سال اینا خوابیده بودن. در قرآن آمده از 300 سال و 9 سال. حالا تو پرانتز این رو هم بگم، چیز جالبی است، در سوره کهف روایتی از امیرالمومنین آمده است که چرا در آیه قرآن اینجوری گفته شده. گفته شده 300 سال به علاوه 9 سال. چرا دیگه صاف و همچین ساده نگفته 309 سال، 300 سال به علاوه 9 سال؟ اون روایت هست که پاسخ امام علی این بود که 300 سال به حسب سالهای شمسی، 309 سال به حسب سالهای قمری، که خیلی درست هم هست. 300 سال شمسی، 309 سال قمری میشه. ولی عهدت و علر راوی بنده نمیدانم که این حدیث چقدر موثقه، اما چیز جالبی است و در خور گفتن و شنیدن است. به هر حال اقبال در اینجا میگه که چطور تو خواب شما زمان رو درک نمی کنی،
چطور پس از مرگ، زمان قبل از مرگ اینطوری که قرآن به ما میگه روشن نیست، میگه یه روز بیشتر تو دنیا نبودم، نصف روز بیشتر نبودم. پس معلومش معنیش اینه که زمان درونیه، به درک ما بستگی داره. شما 300 سال ممکنه بخوابی، به ظاهر 300 سال گذشته، 300 سال شمسی یا 309 سال قمری گذشته، شما که بلند شده فکر کنی یه روز خوابیدی، همون پول رو برمیداری میری بازار برای خرید و بعد مچت گیر میفته. درک زمان غیر از خود زمانه. شما ممکنه زمان رو درک نکنی، از اون بحثاییست که در زمان نیوتن هم خیلی مطرح بود که زمان چیه، درک زمان چیه، و بعد آیا درک زمان اصالت داره یا خود زمان اصالت داره، اصلا خود زمان داریم یا نداریم. اقبال خلاصه حرفش این است که خود زمان نداریم. معتقده که اینشتین هم همینو میخواست بگه، و درک زمان داریم. وقتی این درک زمان کم و زیاد میشه، 300 سال رو ممکنه شما فکر کنی 300 دقیقه خوابیده بودی، عمر 90 ساله رو فکر کنی نیم روز بیشتر توی دنیا نبودی. مه و سالت نمی ارزد به یک جو، به حرف کم لبستم قوت زن شو. میدونین اقبال داره کجا میره؟ گم نشید، سر رشته رو از دست ندید. سوال چی بود؟ نسبت خدا با این عالم، نسبت خدا با انسان. در واقع اقبال میخواد به ما بگه بابا این که میگن خدا در مکان نیست، خدا در زمان نیست، من و تو هم در زمان نیستیم، در مکان نیستیم. این فاصله که ما بین خودمون و خدا با زمان و مکان درست کردیم، این فاصله موهومه، این فاصله واقعیت نداره. ما بد میفهمیم زمان رو، بد میفهمیم مکان رو، عالم رو ما اومدیم تقسیم به ثابت و سیار کردیم، به قول این زمان درست کردیم، مکان درست کردیم، ماه ساختیم، سال ساختیم و امثال اینا. یه ذره فکر معراج رو بکن، یه ذره فکر خواب رو بکن، یه ذره فکر کم لبستم، اون که در قیامت میگن ما همش یه روز بیشتر تو دنیا عمر نکردیم، فکر اینا رو بکن، بعد میفهمی که زمان عنصر درونی داره، یعنی به ما بستگی داره تا ما چقدر درکش کنیم. البته گاهی تجربه های ساده ما هم اینو میگه دیگه، اون شعر مشهور هست میگه عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است، ور به سختی گذرد نیمه نفس بسیار است. درسته یا نه؟ واقعا دیدید آدم وقتی در تنگنا و اسرت و سختی است، یه دقیقه براش یه ساله. شنیدید مثلا میگن فلان چیز یه مارمزون طول میکشه، نه که مارمزون سخته، ولی مارمزون از نظر طول فیزیکی به اندازه ماهای دیگه است، ولی یه مارمزون طول، مثل این که مارمزون خیلی بیشتر طول میکشه از ماهای دیگه. توجه میکنید؟ و سعدی در شعرهای خودش هم داره، تو شعرهای عربیش وقتی که میخواد چیز کنه موی نگار رو، گیسوی یار رو تشبیه کنه، به شب تشبیه میکنه، اما وقتی که درازی او رو میخواد میگه یطل نکل ایلت دن فی الوحیدی، این موی نگار بلنده به بلندی شبهای آدمای بیمار. آدمای بیمار شبشون طولانی تر از آدمای سالمه، یعنی درکشون از زمان طولانی تره. ولی اگر ساعت بذارین، همین ساعت فیزیکی که اینشتین به کار میبرد، که فرقی نمی کنه، اون 8 ساعت شب، اونم 8 مغربی بالعقایس مرسلاتون، یعنی این موهای بافته تابیده روان شده اند و گسترده شده اند. یطل نک لیلت دن فی الوحیدی، مثل شب یک انسان بیمار تنها به طول اون شب. خب این طول، طول سابجکتیوه، طول درونیه، نفسانیه، طول بیرونی که نیست. اینه که تجربه ما از زمان فرق داره با اونی که ساعت نشون میده. بعد جناب اقبال در واقع میخواد بگه که اصلا ساعت رو ول کن، روز و شبی که با ساعت میگذره اصلا ول کن، تجربه ما از زمانه که مهمه، درک ما از زمان اصالت داره. و وقتی این طوریه، در واقع این زمان و مکانی که ما خودمون درست کردیم، اصلا اینا رو بریز دور، اینا رو بریز دور، اونجا خواهی دید که در واقع کل این عالم در لا مکان است، کل این عالم در لا زمان است. از اینجا اتصال ممکن و واجب، اتصال خدا و خلق رو بهتر درک میکنی. این پرده زمان و مکان رو پاره کن. مه و سالت نمی ارزد به یک جو، به حرف کم لبستم قوت زن شو. به خود رس از سر هنگامه برخیز، تو خود را
در ضمیر خود فرو ریز. نکته بعد، نه تنها زمان و مکان رو دوتا کردن، قبل و بعد پدید آوردن، ساخته ماست، بر ساخته ماست، جان و تن رو هم، روح و بدن رو هم از هم جدا کردن باز کاریست که ما کردیم. در واقع اینا سراتای یک هرباسن، یک قماشن. این حرفم از اون حرفای خیلی مهمه. حقیقتش بنده به این حرف اعتقاد دارم، حالا از زبان اقبالم میخونیم و خیلی از مشکلات فلسفی رو هم حل میکنه. ببینید فلاسفه اصلا یکی از کاراشون این بود دیگه، خودشون یه مشکل درست میکردن، بعد میگفتن حالا بیا این مشکل رو حل کنی. توجه میکنی؟ گفت خود میکشی و خود چی؟ تعزیه میداری. خودشون یکی میکشتن بعد عزاداری میشستن و هفت شبانه هفت روز ماتم میگرفتن و این. ببینید اومدن گفتن یه جسم داریم یه روح. خیلی خوب، حالا اول کلام این جسم و روح که کاملا از دو جنس متمایزن، اینا چجوری آخه به هم وصل شدن؟ دو تا چیزی که هیچ نسبتی هیچ تناسبی با هم ندارن چطور میان 70-80 سال در کنار هم زندگی میکنن؟ اینقدرن به هم نزدیکن و در هم پیچیدن که گویی روح در تمام بدن جریان و سریان داره. گفت گر رسد رنجی به تن، بر جان رسد، بر به جان، بر حضرت جانان رسد. اگه یک سوزنی کسی فرو کنه در دست شما، چون شما زنده ای و حیات داری و روح داری، اون درد رو درک میکنه دیگه. موجود مرده که درک نمیکنه. لذا این روح و بدن کنار هم با هم اصلا متحدن با هم. اما سوال اینه که این اتحاد چجوری پیدا شده به میان دو امر کاملا نامتجانس، دو امر، دو حقیقت، دو انتیتی، دو تا موجود کاملا متفاوت. وقت نظریه پردازی ها شروع شده که اینا چگونه در کنار هم نشستن که الی زمان ناهازا ادامه داره. ولی از همون زمان مرحوم ارسطوی یونانی که گفت اینا نسبتشون نسبت صورت و ماده است، تا مرحوم ابن سینای بخارایی خودمون که واقعا در حیرت بود. یک قصیده بلند داره ابن سینا دیگه به نام قصیده ورقائیه که به عربی هم گفته هبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات تعززن و تمنعی. میگه یک کبوتری از یک مکان بلندی، از یک منزلت رفیعی به تو به سوی تو آمد و در قفس بدن زندانی شد. ببینید از همون اول مسئله مرغ و قفسه. اون وقت سوالا رو شروع میکنه، این از کجا اومد، چرا اومد، بیکار بود از اون جای خوبی که نشسته بود پوشه بیاد تو این قفس بره. بعد دیگه قفس رو بعد چجوری ول میکنه، وقتی ول کرد دوباره کجا میره و امثال این سوالات. ملا صدرا البته میدونه رأی دیگه ای داشت در حرکت جوهری. بنده هم در کتاب خودم نهاد ناآرام رأی ملا صدرا رو به تفصیل آوردم. ایشون معتقده که بدن، روح با بدن متولد میشه. اینطوری نیست که روح رو قبلا خداوند آفریده باشه بعد قفس بدن رو بیافرینه، بعد به اون مرغ، به اون کبوتر امر کنه که حالا در این قفس برو، بعد از مدتی هم قفس رو بشکنه و بعد بگه که حالا دیگه مرغ آزاد بشه. میگه نه، اصلا اینطورا نیست و ابتدا بدن خلق میشه و همراه با بدن روح خلق میشه و این دوتا متحد با همن و همونطور که بدن رشد میکنه روح هم رشد میکنه و نهایتا هم کار به جایی میرسه که دیگه روح به بدن احتیاجی نداره، چون روح در رشد خودش به بدن احتیاج داره. مطابق نظر ملا صدرا وقتی که دیگه احتیاجی نداره بدن رو رها میکنه و میره، درست مثل چراغی که خاموش میشه، دیگه نفتی توش نمیمونه. توجه کردید؟ و لذا روح پرواز میکنه، رشد خودش رو یافته. البته این مال عجلهای طبیعی است از نظر او، یعنی وقتی که بدن به کمال خودش رسیده روح مثل یه میوه جدا میشه، از درست مثل میوهی که بر درخت میرسه، اما گاهی میوه کاله و میکننش. اون مال وقتی است که عجلهایی میرسه که عجل طبیعی نیست، کسی به بیماری میمیره، کسی به تصادف و به ضربه و به دارم شمشیر و گلوله و اینها از دنیا میره. در اونجا هم روح ناقصه هم بدن ناقصه الی آخر. اینا دیگه فلسفه ملا صدراست. ولی در همه اینا جدایی و دوتایی روح و بدن ملحوظه. حالا نگاه کنید، تن و جان را دوتا گفتن کلام است. میگه حرف یا حرفه یا مال حرف متکلمینه که اینا دوتان. تن و جان را دوتا دیدن حرام است، اصلا حرام است، اصلا جایز نیست. ما اینا رو دوتا به فتوای فقهی هم که دیگه ایشون داده، تن و جان را دوتا دیدن حرام است. به جان پوشیده رمز کائنات است، بدن حالی ز احوال حیات است.
قافیه اینجا یه ذره اقبال رو در تنگنا گذاشته. اگر در تنگنا نبود میگفت بدن حالی ز احوال روح است، حالی ز احوال جان است. اون تا گفته حیات، اشکالی نداره، منظور همانه. یعنی چی؟ ببینید این حرف خیلی پرمعناست. در واقع در مولوی هم من وقتی که به یاد میارم معتقده که بدن مثل یک کفی است که روی آب نشسته. یعنی در واقع روح همش، ما تماما روحیم. بدن اونجایی است که روح تموم شده. یعنی روح ما محدوده داره، میکران که نیست. اونجایی که حد روحه و روح تمام میشه اسمش میشه بدن. ولی بدن اصلا واقعیتی نداره، ما تمام روحیم. اگه کسی از شما بپرسه ما چی هستیم، نه بگید ما مرکب از روح و بدنیم. اصلا دوتا دیدن روح و بدن را چیه؟ حرام است. اصلا ما دوتا نیستیم، ما یکی هستیم و تمام این عالم یکیست. اصلا عالم از جنس روحه، نه از جنس ماده. ماده جاییست که روح در واقع پایان میپذیره، مثل اینکه یه پوسته روی روح کشیده میشه، اون اسمش میشه بدن. و این پوسته هیچ اصالتی نداره. حالا شما اونایتون که با فیزیک سر و کار دارید و از بنده بهتر میدونید، یه بحثی هست توی مایعات به تحت عنوان کشش سطحی. در واقع در مایعات میگن لایه زبرین، زبرین مایعات، مثلا آب فرض کنید، اون رویی ترین لایش فرق داره با لایه های زیری، مثل یه پوسته میمونه که روی آب کشیده شده. به همین دلیل هم هست که گاهی شما سوزن و بعضی جا رو میتونید رو آب نگه دارید، نمیشکافه. اون خواص دینامیکش فرق داره، خواص هیدرولیکیش فرق داره با بقیه آبی که زیر او قرار داره. روح بدن یه چنین چیزیست در دید کسی مثل اقبال. این رو خیلی خوب در کتاب بازسازی فکر دینیش پرورونده که بدن و جسم مثلا هیچ حقانیتی و اصالتی نداره. تمام عالم وقتی هم میگیم از جنس روحه، ما مجبوریم این رو بگیم. شما از روح یه چیز عجیب و غریبی مثل جن و پری و نم اینجور چیزا فکر نکنید، که آخه معمولا تو ذهن ما این چیزا میره. یه جنسیه که ما نمیدونیم چیه، ولی و مجبوریم برای این که نگیم مثل بدن و جسم میمونه اسمشو بذاریم روح. ولی جهان رو اون پر کرده، بنابراین در جهان دوگانگی نیست. فکر نکنید جسم است و روح، فقط روح این عالم رو پر کرده. و هر جا هم برید همینه، چیز غیر از این است. تو عالم ملائک هم برید همین خبر است. ما خیلی فرقی با اونجاها نداریم. به جان پوشیده رمز کائنات است. اگر رمز و راز کائنات رو شما میخواید دریابید، هرچه بیشتر تو مسئله جان تأمل کنید، از اونجا میتونید بفهمید. اینکه من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر که خودشو بشناسه خدا رو میشناسه، یعنی همین. در جان خودتون، در حقیقت روح خودتون تأمل کنید، راز کائنات رو کشف خواهید کرد. بدن حالی ز احوال حیات است، عروس معنی از صورت حناب است، نمود خیش را پیرایه ها بست. خیلی شاعران است دیگه. مولوی میگفت که آب کف روش اومده، اقبال میگه چی؟ میگه هستی مثل یه عروسیه، برای اینکه خودشو زینت کنه حنا بسته به خودش. حالا عروس ها این روزگار حنا نمیبندن، آب میکاپ ها آرایش های دیگه میکنن، فرقی نمیکنه. میگه عروس همون عروسه، فقط زیور مختلفی، یه رنگیست رو خودش کشیده. فکر نکنی که هستی از جنس اون رنگه، اون رنگ عرضه، یک صورت گذرا و از میان رونده است. عروس همون عروس است و میتونه در صورتهای مختلف ظاهر بشه. و این سخن به صد بیان در مولانا هم هست و مهمترین و زیباترینش همونی که میگه صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. این یکی از اون نفیسترین سخنان مولاناست در مثنوی. صورت از بی صورتی، یعنی آمد، یعنی تمام این عالم در واقع بی صورت است. صورت روی بی صورت رو گرفته، ولی حقیقت عالم بی صورتی است. شعر بعدی اقبال، حقیقت روی خود را پرده باف است، که او را لذتی در انکشاف است. آدم واقعا ذوق میکنه این شعر رو میخونه. من نمیدونم جان اقبال وقتی که شعر رو میسروده در چه احوالی بوده، چه هیجان‌های متعالی او رو فرا گرفته بود. میگه حقیقت دوست داره روی صورت خودش نقاب بندازه، حقیقت روی خود را پرده باف است، که او را لذتی در انکشاف است. بعد دوست داره که خودش رو منکشف کنه. من تنین سخنان هایدگر رو هم در اینجاها میبینم و البته نمیدونم که اقبال چقدر با هایدگر آشنا بوده. حالا قسمت بعدش
نه خیر نه، البته تا حدودی همزمان بودن، چون اقبال در 1938 وفات کرد. هایدگر کتاب زمان و هستی خودش رو به نظر 927 اون وقتا منتشر کرد، لذا نمیشه گفت ناهمزمان، ولی نمیدونم، بعید میدونم، چون هیچ جا هم نشانی در آثار اقبال نیست که از اون فیلسوف استفاده کرد. هگل هست، نیچه هست، اینا هستن، اما هایدگر نیست. اما خب لازم نیست، من واقعا معتقدم اگه کسی مولوی رو خوب بخونه و نکاتی که در باب هستی داره، در باب بی‌صورتی داره، در باب فلسفه و عقل داره، حقیقتا بی نیاز از هایدگر، یعنی همه اون مطالب رو با بیان فاخر نزد مولانا خواهد دید. البته هر فیلسوفی جای خودش رو داره. خب وقت مولوی، ببخشید، اقبال از اینجا گریز به زمانه خودش میزنه دیگه، این اون قسمتی از این گلشن رازه که او رو جالبترم میکنه. میگوید که بدن را تا فرنگ از جان جدا دید، نگاهش ملک و دین را هم دوتا دید. در اینجا مسئله سکولاریزم پیش میاد، ملک رو از دین جدا کردن، separation of church and state. میگه اصلا این دوگانگی ها، دایکوتومی ها به اصطلاح فرنگی ها، این باینری، بایفرکیشن، جدا کردن اجزا از یکدیگر، اصلا کار فرنگی ها بوده، کار عقل فرنگیه، کار عقل یونانیه. میگه اینا بدن رو از روح جدا کردن، اینا سیاست رو از دین جدا کردن، اصلا این خطکشی ها مال ایناست. اگر شما به اون حقیقت واحد برید، به اون عروس بی پیرایه‌ای که حنا نبسته هنوز، اصلا این تفکیک ها صورت نمیگیره و صورت نگرفتنی است. بدن را تا فرنگ از جان جدا دید، نگاهش ملک و دین را هم دوتا دید. کلیسا صبحه پتروس شمارد، که او با حاکمی کاری ندارد. به کار حاکمی مکروفنی بین، تن بی جان و جان بی تنی بین. خرد را با دل خود همسفر کن، یکی بر ملت ترکان نظر کن. به تقلید فرنگ از خود رمیدند، میان ملک و دین ربطی ندیدند. خب اینم حرفای خیلی امروزین اقبال که شنیدنیست، و حالا شما میفهمید گلشن راز جدید چقدر جدیده واقعا و چقدر امروزینه و با گلشن راز قدیم مرحوم شیخ محمود شبستری چقدر فاصله داره. اون اصلا تو عالم عرفانی خودش و تو اون عرشی که سیر میکرد اصلا به سیاست کار نداشت، جدا کردن دین از سیاست، این حرفا اصلا براش مطرح نبود. ولی اقبال کار داره به اینا، میگه وقتی که من فلسفه میگم، فقط فلسفه نمیگم، من میخوام نتیجه عملی میگیرم ازش، میخوام وارد این دنیا بشم، میخوام به سیاست هم اینا رو بزنم، کلیسا رو هم پاشو میون بکشم، ببینم به سر ملت ترک چی رسید، اونا دارن تو این میدون چه بازی میکنن، چه گویی رو از به پا میزنن، اینا رو هم میخواد برای ما توضیح بده. یعنی در حقیقت به یه معنا داره مارکس رو دنبال میکنه دیگه. خب اون دفعه براتون خوندم اقبال بالاخره با مارکس آشنا بود، رو پیغمبر بی جبرئیل مینامید و میگفت که در کلامش حق به باطل مزمر است، قلب او مؤمن، دماغش کافر است. یه چیزایی رو خوب فهمیده، اما دماغش در مقام تعقل وقتی که آمده اینا رو رو کاغذ بیاره و به اصطلاح فیلسوفانه بیان کنه، خب به کفر رسیده است. قلب رو چی؟ روس را قلب و جگر گردیده خون، از ضمیرش حرف لا آمد برون. کرده ام اندر مقاماتش نگاه، لا سلاطین، لا کلیسا، لا اله. آیدش روزی که از زور جنون، خیش رازین تند با دارد برون. توجه میکنید از اون پیشبینی های خیلی عالی اقبالم هست، وقتی که راجع به روسیه با زمان خودش میگه، ترکیه زمان خودش میگه، اینا فقط نفی کردن، نفی کردن. و وقتی من نگاه میکنم میگه لا سلاطین، لا کلیسا، لا اله، نه خدا، نه سلطنت، نه کلیسا. خب به جاش چی؟ وقتی که شما فقط نفی کنی و اثبات نداشته باشی، آخرش سرت به سنگ میخوره. آیدش روزی که از زور جنون، خیش رازین تند باد آورد برون. یه روزی میرسه که باید این فقدان مقام اثبات و ایجاب رو علاج کنه. خب کلیسا صبحه پترو، میگه این پاپ ها نشستن و ارباب کلیسا نشستن و تسبیح پتروس رو به دست دارند و فقط تسبیح میندازن و با حاکمیت هم کاری ندارن و جدا کردن.
بعد به دنبال او میگوید که خرد را با دل خود همسفر کن، یکی بر ملت ترکان نظر کن. حالا از مسیحیت بگذاریم، بیایم سراغ مسلمان‌ها و ترکای خودمون که تازه در اون دوران به هر حال استقلال گرفته بودن و خلافت عثمانی به در نوردیده بودند و 1924 بود دیگه که خلافت عثمانی رسما ملغا شد و سلطان عبدالحمید بر کنار شد. خرد را با دل خود همسفر کن، یکی بر ملت ترکان نظر کن. انتقاد میکنه، به تقلید فرنگ از خود رمیدند، از خودشون جدا شدند، از خودی خودشون فرار کردند و چیکار کردند؟ میان ملک و دین ربطی ندیدند. ملک رو که عبارت باشه از سیاست و دین، ارتباطش رو قطع کردند. این تقلید از فرنگ بود. این رو اقبال از ترکیه نمیپذیره. در کتاب بازسازی فکر دینی در اسلامش کلمات تحسین آمیزتری نسبت به ترکان داره و کاری که اونا کردن و تجدیدی که در شریعت ایجاد کردن، در اینجا نسبتاً نقدش نقد آشکار و صریحی است. خب، یکی را دوباره اقبال برمیگرده. این ابیات رو دیگه به پایان ببرم که دست کم جواب اقبال به اون سوالی که گفتیم آشکار بشه و سخنمون رو هم تمام کنیم. ببخشید اگر یه کمی داریم پا رو از گلیم وقت دراستر میکنین، سخن اقبال دیگه میشنوید. یکی را آنچنان صدپاره دیدیم، دوباره همون حرفه، ما یکی و وحدت رو صدپاره کردیم، عدد بحر شمارش آفریدیم، تعدد رو ما ایجاد کردیم. کهندیری که بینی مشت خاک است، دمی از سرگذشت ذات پاک است. ببینید این خیلی حرف هگلیست. میگه تمام این عالم بخشی از تاریخ وجود خداست. یعنی خدا که داره حرکت میکنه همطور در تاریخ، درست هگل همین رو میگفت، در یک منزل از منازل حرکتش میشه این عالم ماده. میگه کهندیری که بینی، به حالت سوالی باید خود، مشت خاک است این جهان. فکر میکنه مشت خاک؟ نه، دمی از سرگذشت ذات پاک است. اون ذات پاک یه لحظه از لحظات عمرش، یه منزل از منازل سفرش این جهان است. حکیمان مرده را صورت نگارند، ید موسی دم عیسی ندارند. این عالم رو مرده میبینن، اومدن رو این مرده رو دارن وزک میکنن، صورت نگاری میکنن. اگه موسی صفت بودن، عیسی صفت بودن، حیات رو میدیدن در او و حیات رو به او میبخشیدن. در این حکمت، یعنی حکمت یونانی، در این حکمت دلم چیزی ندیده است، برای حکمت دیگر تپید است. دنبال یه حکمت دیگری هم، از نوع دیگری. من این گویم جهان در انقلاب است، درونش زنده و در پیچ و تاب است. منظورش انقلاب همین انقلاب سیاسی نیست. میگه اصلا نهاد جهان ناآرامه. حرکت جوهری رو داره میگه. این دنیا در پیچ و تابه، در حرکت، سکون نداره، مرده نیست. من این گویم جهان در انقلاب است، درونش زنده و در پیچ و تاب است. ز اعداد و شمار خیش بگذر، یکی در خود نظر کن پیش بگذر. در آن عالم که جزء از کل فزون است، قیاس رازی و طوسی جنون است. ببینید ما جزء این عالمیم، به ظاهر روح ما جزء اینه، ولی این جزئی است که از کل این عالم بیشتره، برای اینکه آینه همه این عالمه، آینه عالم نماست. همونی که حافظ هم که میگفت، گفت مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد، گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت اونگاه که این گنبد مینا میکرد. اون جام جهان بین، اون آینه‌ای که اسرار غیب رو به شما نشون میده، خود وجود شماست. و عارفان کسانی بودن که در خودشون نظر میکردن، از همین آر چیز دیگه نبود. این آینه تمام عالم رو در خودش جا میده، لذا جزوی است که گویی از کل فزون است. خب، در آن عالم که جزو از کل فزون است، قیاس رازی و طوسی جنون است. حرفای اونا دیگه به درد نمیخوره. بله، زمانی با ارسطو آشنا باش، دمی با ساز بیکن هم نوا باش. باشه، اونا رو بخون، ولی کن از مقامشان گذر کن. من نمیگم حرف اونا رو بریز دور، برو اونا رو هم بخون و کتاباشون، ولی کن از مقامشان گذر کن. مشو گم اندر این منزل، سفر کن. به آن عقلی که داند بیش و کم را، شناست اندرون کان و یم را.
جهان چند و چون، یعنی همین عالم کم و کیف، همین عالم ازداد و اعداد، جهان چند و چون زیر نگین کن، به گردون ماه و پروین را مکین کن. از پیش بینی های اقبال در جاهای دیگه هم داره، میگه تمام این عالم خاکی رو زیر نگینت بیار، یعنی با علم و تکنولوژی زیر سلطه بیار، حتی برو ماه و پروین رو مکان خودت کن، برو به اونجاها هم برس. این حرف واقعا حرف اقباله. براتون عرض کردم اقبال در جاهای دیگه حتی پیش بینی خیلی صریح کرده در ابیاتش که روزی میرسه که انسان‌ها میتونن جنس جنین خودشون رو هم بشناسن هم معین کنن، بگن پسر یا دختره، بعد هم تعیین کنن، بگن ما پسر نمیخوایم دختر میخوایم، دختر نمیخوایم پسر میخوایم، دختری میخوایم که رنگ موش اون باشه، رنگ چشمش اون باشه. همه اینها رو اقبال تو شعرش داره، میگه بشر به اینجاها میرسه. در اینجا هم شما ببینید میگه که برو جلو، با علم همین کارا میتونی بکنی. من نمیگم متوقف شو، ولی برتر از اینم منازلی هست. جهان چند و چون زیر نگین کن، تمام دنیا مال تو باشه، تسلط پیدا کن. به گردون ماه و پروین را مکین کن، مکان خودت کن ماه و پروین رو، به ماه برو، به پروین برو، قبول، ولی کن حکمت دیگر بیاموز. رهان خود را از این مکر شب و روز. مکر شب و روز تعبیر قرآنیه، در قرآن هست که روز قیامت به بعضی از گناهکاران میگن که شما چرا به این وضع افتادید، میگن مکر اللیل و النهار، مکر شب و روز ما رو به این احوال انداخت. تعبیر اقبال میبینید اقبال چه جور جانش و بیانش با قرآن آمیخته است. همین ابیاتی که از اون میخوندی میبینید چه اشاراتی به قرآن داره و چگونه نکته ها از اون میگیره. ولیکن حکمت دیگر بیاموز، رهان خود را از این مکر شب و روز، مقام تو برون از روزگار است، طلب کن آن یمین کو بی یسار است. یعنی برو به جایی که چپ و راست نداره، این از مکان برو بیرون، از روزگارم برو بیرون، یعنی زمان نداره. مقام تو برون از روزگار است، طلب کن آن یمین کو بی یسار است. تا اینجا پاسخ اقبال لاهوری به سؤال مرحوم شیخ شبستری که نسبت خدا و جهان چیست پایان می‌یابد. سخن بنده هم پایان می‌یابد. و السلام علیکم و رحمت الله.